محمود قربانی، همسر سابق خانم گوگوش، از وداع پسر خودش و گوگوش کامبیز قربانی خبر داد. دوستان عزیز، به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. آقای محمود قربانی شب گذشته با منتشر کردن یک ویدیویی خبر جنجالی رو به ملت ایران و فارسی زبانان دادند. این خبر برای بسیاری از طرفداران خانم گوگوش شوک بزرگی بود. آقای محمود قربانی اعلام کرد: پسر من برای همیشه وداع کرد، اما از صحنه خوانندگی. وداع کامبیز پسرم با خداحافظی از روی صحنه تبدیل شد به وداع از زندگی. او مدت‌ها افسردگی گرفت و در نهایت خنجری که مادرش به او زد باعث شد تا سالها به خودش نیاد و طعم خوش زندگی رو نچشه. محمود قربانی در ادامه افشاگری‌هاش این چنین گفت: سالها پیش در اوایل جوانی پسرم، من پسرم رو به دنیای هنر و خوانندگی معرفی کردم و معرفی پسرم به عنوان فرزند گوگوش در بین ایرانیان و فارسی زبانان حسابی سر و صدای زیادی به راه انداخت، تا جایی که داریوش اقبالی اومد و به من گفت: محمود، اگر موافقی و اگر سرمایه گذاری کنی، من برای پسرت کامبیز تور اروپا میذارم تا کنسرت های بزرگی رو در اروپا برگزار بکنه و یک چهره بین المللی بشه. من هم قبول کردم و سرمایه زیادی رو به داریوش دادم و در نهایت داریوش به من و کامبیز خیانت کرد و پول منو کشید بالا. و از طرفی هم وقتی که کامبیز پسرم با کلاهبرداری داریوش اقبالی مواجه شد، رفت سمت مادرش تا مادرش از او حمایت بکنه، اما در نهایت مادرش به خاطر حسادت هایی که به فرزندش داشت نذاشت کامبیز پیشرفت بکنه. کامبیز همچون مایکل جکسون بود و گوگوش متوجه این قضیه شده بود. محمود قربانی گفت: مایکل جکسون هم صدای خوبی نداشت، اما روی صحنه اکتا و حرکت های حسابی بی نظیری داشت که مایکل جکسون رو در دنیا یک ستاره بی تکرار کرد. پسرم کامبیز هم یک مایکل جکسون دوم بود. گوگوش متوجه این قضیه شده بود و میدونست اگر کامبیز بیاد روی صحنه، اگر صدای خوبی هم نداشته باشه، اکتاش دنیا رو میترکونه. واسه همین نخواست پسرش از خودش پیشی بگیره. محمود قربانی در ادامه افشاگری‌هاش گفت: حسادت گوگوش به پسرم کامبیز تا جای پیش رفت که پسرمون متوجه حسادت‌های مادرش شد و اونجا بود که شوک بزرگی به پسرم وارد شد و کامبیز روحیه خودش رو از دست داد. وقتی گوگوش تمام قد جلوی پسرش وایستاد و گفت: تو ناتوانی و تو صدای خوبی نداری و بهتره بری دنبال یه کار دیگه، مزاحم من نشو، من نمیتونم از تو حمایت بکنم، و در واقع حسادت خودش رو به پسرش نشون داد، کامبیز دیوونه شد. اصلا نمیتونست باور کنه که مگه میشه یک مادر به پسرش هم حسادت بکنه و بعد پسرش رو بخواد. واقعا کامبیز پسرم طفلی زندگیشو به خاطر حسادت‌های مادرش از دست داد. هر کی از راه می‌رسید می‌زد تو سر پسرم کامبیز. مهرداد دوست صمیمی کامبیز بود. مهرداد بود که توسط کامبیز با گوگوش آشنا شد و به خونه گوگوش رفت و آمد پیدا کرد به عنوان دوست پسرم کامبیز، اما در نهایت شوهر گوگوش شد، نه شوهر رسمیش. بلکه گوگوش علاقه زیادی به پسرهای جوانی داشت و دوست داشت با کسانی معاشقه بکنه که جایی پسرش هستند. مهرداد آسمانی هم یکی از اون افراد بود و رها اعتمادی هم که الان شوهر رسمی شده. همه اینها تأثیرات منفی تو روحیه پسرم گذاشت. گوگوش همیشه به خاطر کسافتکاریاش از جوانترها حمایت میکرد، اما از پسر خودش که در واقع جیگر گوشش بود حمایت نمی کرد، بلکه با آبرو حیثیت پسرش هم بازی می کرد و
همیشه اونو زایه میکرد. وقتی مهرداد میومد بزنه تو گوش کامبیز، گوگوش نگاش میکرد، تازه تشویقش هم میکرد، انگار پسرش کامبیز دشمن گوگوشه. متاسفم که باید بگم که گوگوش یک مادره. گوگوش هرگز یک مادر نبود و نیست و هیچ وقتم هیچ عشقی به پسرم کامبیز نداشته. دلم نمیخواد که اینا رو بگم، ولی وقتی میبینم که گوگوش چه روی صحنه، چه پشت صحنه، چه توی مصاحبه هاش، چه توی محافل خصوصی چطوری با دل پسرم بازی میکنه و احساسات و عشق اونو نسبت به خودش نادیده میگیره و از بین میبره، جیگرم خون میشه، زار زار گریه میکنم. محمود قربانی گفت مردم شماها نمیدونید پسرم تو همین سن و سال که الان بچه هاش جوان شدن و برای خودشون مشهور شدن و آدم حسابی شدن، مثل بچه ها پسرم میشینه گریه میکنه دست مادرش. چرا؟ چون عاشق مادرشه. چرا؟ چون دلش میخواد از نزدیک مادرشو ببینه و در آغوش بکشه. دلش میخواد یه شب کنار مامانش بخوابه. اما مادرش چی؟ مادرش پسرمون کامبیز رو نمیخواد. اون به جای کامبیز رها رو میخواد. میخواد تو بغل رها بخوابه و معاشقه کنه. میخواد با آبروی پسرش بازی بکنه و دست رد به سینه پسرش کامبیز بزنه. میخواد اونو له کنه. میخواد اون پیشرفت نکنه. میخواد بچه های کامبیز پیشرفت نکنه. اما گوگوش وقتی با موفقیت مایا نوه‌مون مواجه شد، یهو یه شوک بزرگی براش به وجود اومد. چون اون تمام این مدت سعی میکرده نوه‌هاش از خونش پرت کنه بیرون، پسرش رو نادیده بگیره و از خونه پرت کنه بیرون، اما فکر نمیکرد که یه روز مایا بچه پسرش از خودش مشهورتر بشه و بتونه در عرصه بین المللی موفق بشه. و حالا این گوگوشه که باید بدونه که حالا باید به نوش افتخار بکنه و نوش هستش که پرچم داره اون هستش، نه رها اعتمادی شیاد و کلاهبرداری که اگر پول گوگوش نباشه حاضر نیست حتی یه ثانیه هم گوگوش رو تحمل بکنه. محمود قربانی در ادامه افشاگری هاش گفت مردم پسر من وداع کرد از زندگی، اون مرد و از بین رفت، اما بعد از سالها با ورزش تونست به زندگی برگرده. او حالا تونسته مربی بدنسازی بشه و روزگار خودش رو این چنین میگذرونه و از همین طریقم امرار معاش میکنه و برای بچه هاش هم پدره هم مادر. همه کسایی که پسرم رو از نزدیک دیدن میدونن که پسر من چقدر خوش قلب و چقدر عاشق مادرش گوگوشه، ولی همه هم میدونن که چقدر گوگوش از پسرش بدش میاد و از پسرش متنفره. محمود قربانی در ادامه گفت دوستان عزیز، حالا شما قضاوت بکنید، آیا به نظر شما حق با گوگوشه یا حق با کامبیزه؟ آیا اگر گوگوش پسرش رو حمایت میکرد الان میشد که به پسرش افتخار بکنه؟ آیا کامبیز در عرصه هنر تبدیل به یک مایکل جکسون دوم میشد یا نه؟ لطفا نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید و در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال های نیوز تیوی، حاشیه مدیا، فکت نیوز رو به صورت فینگلیش یا انگلیسی سرچ کنید، وارد کانال هامون بشید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. و لطفا لینک این ویدیو و ویدیوهای قبلیمون رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان و سوئیس و دانمارک و انگلیس و فرانسه و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون در گروه های فارسی زبانان و ایرانیان لطفا شیر کنید. ممنون که با ما همراه بودید. اگر به موضوع خاصی علاقه‌مند هستید که برای شما عزیزان راجبش ویدیو تهیه بکنیم، لطفا در قسمت کامنت ها برامون بنویسید. اگر هم صدامو دوست ندارید، ممنون که همراهیم میکنید و با ما همراه هستید. به خاطر همه کم و کسری ها از شما عذرخواهی میکنم. به خاطر قوانین کپی نمیتونیم تصاویری رو از صحبت های آقای قربانی برای شما در این ویدیوها منتشر بکنیم و کلن به صورت تصاویر و عکس های محدودی در خدمت شما عزیزان هستیم.
سپاس از همراهی همیشگیتون. تا یک ویدیوی دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.